برد راحت ریال برابر خطافت در شب توقف بارسلونا برابر حریف قهر جدولی. سلام و وقت بخیر. ریال مادرید در نخستین بازی سال 2020 در برابر خطافه به پیروزی رسید و بارسلونا هم نتوانست فاصله دو امتیازی خود در صدر جدول لالیگا با ریال مادرید را حفظ کند. البته آنها همچنان صدرنشین لالیگا هستند. با من حکمت الله رمزی همراه باشید و جهت حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و کانال همگام با ورزش را سابسکرایب کنید. در هفته 19 هم لالیگا ریال مادرید مهمان خطافه بود. این تیم را با نتیجه 3-0 شکست داد تا پس از 3 سال در نخستین بازی سال به پیروزی دست پیدا کند. در این دیدار ریال بازی را بهتر آغاز کرد و حملات زیاد بر روی دروازه خطافه انجام داد، اما داوید سوریا برابر این حملات ریال مقاومت کرد. در دقیقه 34 روی اشتباه دروازه‌بان خطافه ریال به نخستین گل رسید تا سوریا با وجود درخشش دروازه خودش را باز کرد تا ریال با پیروزی راهی رختکن شود. در نیمه دوم خطافه برای جبران گل پیش کشید و بازی خوب به نمایش گذاشت، اما این ریال مادرید بود که به گل دوم رسید. در دقیقه 53 رافائل واران مدافع پیشتاخته ریال موفق شد دروازه خطافه را باز کند تا خیال هواداران این تیم بابت پیروزی در این دیدار راحت شود. ریال برای قطعی کردن پیروزی برای گل سوم تلاش کرد و در دقیقه 95 به گل سوم دست یافت. فدریکو والورده در آخرین دقیقه بازی با دروازه‌بان تک به تک شد، اما با از خودگذاری به مودریچ پاس داد و این هافک کروات هم با زیبایی دروازه حریف را باز کرد. در همین حال تیم های اسپانیول و بارسلونا در هفته 19 هم لالیگا به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 2-2 تمام شد. بارسا با این نتیجه به صدر بازگشت، اما برتری دو امتیازی اش را از دست داد و به دلیل تفاضل گل بالاتر از ریال قرار گرفت. بازی در حال آغاز شد که اسپانیول ناباورانه در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد و بارسلونا نیز رقابت حساس را با ریال مادرید برای رسیدن به قهرمانی سپری می‌کند. برخلاف انتظار این اسپانیول بود که بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه 23 با ضربه سر تماشایی داوید لوپز مدافع پیشتاخته خود به گل دست یافت. والبرده در بین دو نیمه ویدال را به جای راکیتیچ به بازی آورد و سوارز در دقیقه 50 روی سانتر آلبا موفق شد بازی را مساوی کند. ویدال که بین دو نیمه به زمین آمده بود در دقیقه 59 با ضربه سر روی سانتر سوارز توانست گل دوم تیمش را بزند. بارسا در دقیقه 75 بازی به دلیل دو اخطار شدن دیانگ مجبور شد بازی را در نفره دنبال کند. اخراج دیانگ در دقیقه 75 کار مهمان را سخت کرد و سرانجام لی چینی با گلزنی برای اسپانیول در دقیقه 88 بازی را به تساوی کشاند. بارسلونا با این تساوی در امتیاز 40 با ریال مادرید برابر شد و صدر جدول را حفظ کرد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الله نگهدار.